سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما بینندگان و همراهان هماره همه برنامه های ایران فردا در همه جای جهان درود ویژه دارم محضر شما همراهان همیشگی من در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین و باز در آدین ای دیگر با برنامه ای دیگر از دفتر شامگاهی صفحه یک میخوانیم و میکاویم تازه های از امروز ایران در ایران فردا برنامه امشب جمعه سیوم خرداد ماه ایرانی برابر با 19 همه جوان سال 2020 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب در پهنه رسانه های داخلی و خارجی از آخرین وضعیت ایران در عرصه جهانی همینطور داخلی حوزه های از سیاست اقتصاد فرهنگ همینطور سیاست بین الملل که قوقایی دیگر افکنده است و خاص کرونا هم که کماکان بر کرانه های رسانه های دیجیتالی سایبری و سایر رسانه ها به چشم میخورد نخست مایلم اتفاقا بحث از کرونا شده اشاره کنم که بیشین شما بینندگان عزیز هم آگاهی یافتید که بیماری و ابتلایی به بیماری کرونا در ایران به طور فضاینده ای استان به استان رو به گسترش هست تا جایی که مجدد امروز هم میدیدم تمامی رسانه های رسمی جمهوری اسلامی از جمله صدا و سیما در گزارش های اختصاصی اشاره می کردن که کرونا در کمین هست کرونا کشور رو فرا گرفته است یا از بیتوجهی شهروندان ایرانی نسبت به پایبندی به معلفه های بهداشت فردی گلایه داشتند مجدد مایلم که اون گزیده ای از گزارش های برخی از رسانه های رسمی جمهوری اسلامی رو با هم ببینیم تا برگردم به دیگر نقاط قرمز کشور و سپس باز تولید دور تازه ای از خرافه گرایی و حرم لیسی وسط شهروندی تازه ببینیم هر 15 دقیقه حدودا یک ایرانی به علت ابتلا به کرونا جانش رو از دست میده کرونا با کسی شوخی نداره و فرقی نمیکنه قبلا گرفته باشی یا نه جان باختن 8 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته حالا زنگ خطر شیوع این بیماری رو در استان هرمزگان به صدا در آورده. گوشه هایی از گزارش های برخی از نمایندگان خبری رسانه های رسمی جمهوری اسلامی ایران رو دیدیم که چگونه نسبت به بازخیزی و دور دوم و سوم کرونا در کلیت ایران گزارش تهیه می کردند و به طور مشخص هم بر کم توجهی شهروندان گلایه داشتند همه اینها در حالی است که دولت و همه حاکمیت در صدد خرافه گستری و بازگشایی مراکز مذهبی هستند ولی اینها خب عمدتا تاکید دارند که با گشوده شدن درب تالارهای عروسی و در عروسی هاست که می تواند این زنجیره ویروس گسترده تر شود در همین اسنا بوده که یک ویدئویی منتشر شده از یکی از این اوباش ولایت پیشگان جمهوری اسلامی از این تیپ جوانانی که از شپن نظامیان بسیجی هستند و به هر روی در دنبال خرافه گستری حتی تهدید رو به جان شهروندان تزریق میکنند همگان به یاد داریم که یکی از این روحانیانی که مدعی درمان کرونا از طریق طب سنتی و گل بنفشه در فرو کردن گل بنفشه در بخش مشخصی از بدن آدمی حالا که از ذکر نام ما هم شرم میکنیم به یاد داریم که ایشان رفته بود در بیمارستانی و یک داروهای سنتی رو به تعبیری به یکی از این جوانان خورنده بود که پس از رفتن ایشان آن جوان جان باخت جوان سی و خوردی ساله ای بوده که از غذا حالشان بد نبود الان میبینیم که یک اوباش دیگر بعد از اون آخون و بعد از اون حرم لیسان مجدد پارچه لیسی میکند و میگوید چون ما بچه های حیعت و روزخان هستیم پس ما کرونایی نخواهیم شد با هم میبینیم روزه رفتیم اسنهی برم دم در این شامپوی کرونا می زدن گفتن کرونا نه تو روزه کرونا کجا بیا تو روزه روزه که کرونا نمیاد تو کرونا میگیری چون یقین نداری ما صحاب داریم رقیه جان داریم ما حضرت عبل داریم آقا داریم مولا صحاب پیش در اونجا ما مادر داریم حضرت زهرا داریم. داریم گوشه های از رفتارهای غیر متعارف و خرافه گستر برخی از اوباشان ایدئولوژیک شیعه در ایران رو میبینیم که پس از ماجرای حرم لیسی همینک مدعی میشوند که به خاطر حضورشان در روزه و حیات های مذهبی اینها کرونا نمیگیرند خب همون گونه که شما بینندگان عزیز هم دیدید این مدل تازه ای از اوباشان ولایت پیشه و شبه نظامیان محتملا نهادهای نظامی هستش که صریحا مدعی می شود که فاطمه یعنی دختر پیامبر مادر اینها هست اینها مدعی می شوند که چون شیعه هستند صاحب دارند یا صاحب دارند با ادبیات بسیار ولنگارانه لومپنیزم مدعی شده که هیچ گونه کرونا رو هم نبایستید از ویروس کرونا ترسید چرا که اینان وابستگان اصلی و راستین به بیت تهارت و اسمت یعنی دوازده شیعه دوازده امامی و از این ادبیات شیعه گستری که اینها به آن معتقد هستند حتی بارها دیدیم توسط همین نظام جمهوری اسلامی بعضی از این اوباش پیشگان ایدئولوژیک پیشینی و بازداشت شدن که نمونه آن مقوله حرملیسی و ذریح لیسیدن بوده که مدعی بودن که ما ذریح رو میلیسیم و کرونا نخواهیم گرفت و انتقاد داشتند که چرا بایستی حرم های مقدس شیعیان در تهران یا مشهد یا قم بسته باشه در حالی که الان گزارش ها حکایت دارد که موج جدیدی از ابتلای به کرونا کماکان از محافل مذهبی یا هر جایی که تجمع انسانی باشد صورت میگیرد خبرها و نظرها را با یک رویداد کرونایی دیگر دنبال می کنم که در استان مازندران دوباره وضعیت قرمز شده و حتی ملاقات با بیماران در بیمارستان ها ممنوع اعلام شده با افزایش شمار افراد مشکوک به ابتلا به کرونا در استان مازندران ملاقات با بیماران در بیمارستان های این استان صریحا رسما ممنوع شده حسب گزارش منابع خبری ایران امروز جمعه سیوم خرداد ماه اشاره کرده بودند که از روز 29 خرداد روابط عمومی و امور بینالملل دانشگاه علوم پزشکی بابل در صفحه مجازی این دانشگاه اعلام کرد که ملاقات بیماران تا اطلاع ثانوی ممنوع این روابط عمومی نوشت به علت افزایش تعداد ناقلین بی علامت و بیماران بستری مشروب به کرونا این درخواست مطرح شد این زنگ خطر در این استان در حالی به صدا در میآید که مدتی بوده وضعیت مازندران از قرمز به زرد و در برخی شهرها حتی سفید تبدیل شده بود البته منابع خبری یکی از دلایل این حجم از افزایش ابتلا به بیماری های کرونایی در مازندران رو به خاطر سفر فزاینده تا حدود 212 هزار تردد بین شهری یعنی از استان های دیگه به مازندران اومدن و بدین روی بوده که با حجم سفرهای صورت گرفته دوباره مازندران به وضعیت قرمز بازگشت تا سانی های دیگر با رویدادهای دیگر از صفحه یک به صفحه رسانه های تن باز خواهم گشت با من باشید درودی دوباره محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید بخش نخست خبرها رو با گزیده گزارش هایی از دنیای کرونا در ایران به سمع نظرتون رساندم همینک به دنیای دیپلماسی پرستیز بین الملل نسبت به جمهوری اسلامی ادامه میدم خبرها و نظرها رو که گویا در تازه ترین دور اعتلاف عملا قطنامه ترویکای اتحادی اروپا علیه جمهوری اسلامی به تایید شورای حکام رسید علا رغم همه ادعا و وعده هایی که از چین و روس به گوششان می رسید. اما عملا اصل قطنامه ترویکا از سوی اروپا علیه جمهوری اسلامی مصوب شده همون گونه که بیشین شما بینندگان عزیز هم آگاهی دارید قطنامه ترویکای اروپا علیه ایران به رغم مخالفت جدی چین و روسیه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز جمعه سیوم خرداد به تصویب رسید قطعا حلقه محاصره علیه حکام فقیهان تهران هر روز تنگتر می شود تا جایی که برایان هو گفت دیگر جمهوری اسلامی اون دوران خوشخوشان پیشان رو نخواهد داشت که در ادامه خبر به اون هم اشاره میکنم بر اساس گزارش بسیاری از منابع داخلی خود ایران در این قطنامه سه کشور اروپایی انگلستان، آلمان و فرانسه به حمایت ایالات متحده آمریکا از جمهوری اسلامی خواستند به ممانعت از دسترسی بازرسان آژانس انرژی اتمی به دو سایت هسته‌ای ایران پایان دهد و با آنها به طور کامل همکاری کند. همان گونه که محتملا آگاهی یافتید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اتهام‌هایی رو درباره فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در مکان‌های در ایران اعلام کرده بود هرچند جمهوری اسلامی مدعی شده که ما تمکین نمی‌کنیم چرا که این گزارش‌ها از سوی گروه‌های دشمن جمهوری اسلامی به سازمان آژانس اتمی ارائه شد. علاوه حال آقای گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوشنبه گذشته بود که در یک نشست خبری گفت برخی حوزه ها هستند که همکاری ما ادامه دارند و بعضی حوزه هایم هستند که اختلاف داریم اوضاع پیچیده است امیدوارم بتوانیم عمل کرده بهتری داشته باشیم در همین رابطه بود که آقای کازم قریب آبادی همان سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان های مستقر در وین اتریش دیروز پنج شنبه بوده که در سخنان خود در نشست شورا با یادآوری اینکه تعهدهای کشورها در حوزه پادمان نامحدود نیست گفت که ایران قدم رو خود رو بر مبنای ادعاهای دشمنان به روی آژانس باز نمی کند. قریب آبادی به آژانس و کشورهای عضو توصیه کرده بود که فضای کلی روابط و همکاری های ایران و آژانس رو در نظر بگیرند و از ایجاد یک بحران غیر ضروری پرهیز کنند. همونگونه که از لابلا و بین سطور خبرهای جهانی نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی در میابید گویا دور به تعبیر آقای برایان هوک دور طلایی رژیم ها و جمهوری اسلامی عملا به پایان میرسد مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا دیروز پنج شنبه در یک ویدئو کنفرانس با اشاره به کاهش بسیار شدید صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران از دو و نیم میلیون بشکه در روز به هفتاد هزار بشکه گفت که این کاری بود که ما وعده اش را داده بودیم پومپئو از رهبران ایران خواست یک گزینه رو انتخاب کنند. او گفت یا پای میز مذاکره بیایید یا با فروپاشی اقتصادتان دست و پنجه نرم کنید ولی رهبر جمهوری اسلامی گویی یا گزینه دوم رو برای مردن خود انتخاب کرده و از آن زمان مشغول دست و پنجه نرم کردن با فروپاشی اقتصاد کشور است اما ما به بخش بزرگی از گفته‌هایمان عمل کرده در این میان نماینده ویژه یالات متحده آمریکا در وزارت خارجه یعنی آقای برایان هوک با اشاره به خودداری جمهوری اسلامی ایران از آمدن پای میز مذاکره گفت که آمریکا با محروم کردن جمهوری اسلامی از دسترسی به منابع درآمدی عظیم گذشته اش تلاش های رژیم برای بست قدرت در منطقه را هم مهار کرده آقای هوک تأکید کرد که بحران کنونی رژیم ایران در 41 سال گذشته بیسابقه است برایان هوک همچنین افزود گزارش های زیادی از ضعف رژیم جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش به چشم میخورد جایی که حزب که 70 درصد بودجش از ایران میآمد برای نخستین بار در تکاپو برای تأمین بودجش از طریق جمعوری پول و هدایای مردمی است ایشان با اشاره به وضعیت شبه نظامیان و نیروهای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی ایران در عراق و سوریه آنها رو نیز گرفتار بی, بی خواند و گفت برای آنها هم ایران دیگر پول ندارد و روزهای طلاییشان به پایان رسیده است در حالی سخن از حمایت و پشتیبانی جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتیشان از لبنان تا سوریه و عراق می شود که گزارش ها و اسناد تازه هم منتشر شده که به طور مشخص اثبات می کند که جمهوری اسلامی چگونه در جای جای کشورهای منطقه ماجراجویی ها می کند و مداخلات مشخص دارد در حالی که پیکره زیادی از افکار عمومی ایران به مناسبت های مختلف در خیابان های تهران نارضایتی های خودشون رو از مداخلات نظامیان سپاه و هزینه کردن پول و مال ملت ایران در عراق و یمن و سوریه گلایه می کردند و اظهار نارضایی می کردند و شعارهای مشخص تحت عنوان فلسطین سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن همینه نیویورک تایمز اسنادی رو از نفوذ ایران در عراق به طور مشخص افشا کرده است روزنامه نیویورک تایمز و یک نشریه اینترنتی به نام اینترسپت از دسترسی به حدود 700 صفحه سند و مکاتبات محرمانه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران خبر میدهند اسناد و مکالماتی که مربوط به نقش جمهوری اسلامی و یا به تعبیری نفوذ این کشور در عراق است همون خواست و منویات و مکنونات رهبری جمهوری اسلامی که توسط شاخه نظامی آن یعنی آقای قاسم سلیمانی در عراق و یمن و سوریه و بعضا تا آفریقا و سومالی و سودان هم کشیده میشد و تحت عنوان تشکیل هلال شیعی قصد داشتند که امپراتوری شیعه صفوی از جنس آقای خامنه ای رو در منطقه ایجاد کنند که الان اسنادش از, از سوی وزارت اطلاعات که مکاتباتی بود صورت می گرفت و به تعبیری جهت ارائه رهنمود بوده که به شورای عالی امنیت ملی ارائه می شد الان رو شده و نیویورک تایمز گوشه هایی از آن رو به مسابه مستندات مسرح رو کرده است گفته می شود که فردی ناشناس این اسناد افشاگرانه رو به نشریه اینترسپت داده است کسی که نمی هیچ ردی از ایشان در این ماجرا باقی بماند جالب اینجاست که همین مطلب از اینکه کسی این اسناد رو داد و نخواست هیچ ردی ازش باقی بماند دقیقا نشانگر آن هست که موج جدیدی از ریزش نیرو در سطوح بالای نیروی قدس سپاه و نیروهای نظامی هم به چشم میخورد به نحوی از آنها چند پارگی دستگیری های مثل آقایان رستمی و همینطور گرادادن مسیر آقای قاسم سلیمانی و نهایتا منجر به نهایت کشته شدن ایشان که همه این نیروها به نحوی از آنها بنابر ادعا و اظهارات خود مقامات جمهوری اسلامی که هفته پیش دیدیم آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفته بود که آقای مجد موسوی کسی که همیشه پادر رکاب قاسم سلیمانی بوده به عنوان یکی از متهمان جاسوسی نیروی قدس سپاه بازداشت شده که حکم اعدامش هم تایید شده همه اینها و این افشا شدن ها و اسناد رو شدن ها حکایت از نوعی بیاعتمادی نیروهای پیشتر وفادار به ولایت فقیه بودن که در حال ریزش هستند و در قامت و فرم و شکل این شکاف ها خود رو نشان میدهد این اسناد افشاگرانه و بی سابقه که به نوشته روزنامه نیویورک تایمز گزارش های یک ماموری وزارت اطلاعات ایران بوده به تهران فرستاده می شدند تا در اختیار شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی قرار بگیرند خبرها و نظرها رو دنبال میکنم کنم گونه که مستحضر هستید برنامه امشب من بیشتر با تم و تعم سیاست خارجه و حوزه منطقه ای هست چرا که جمهوری اسلامی خود رو هر چند افکار عمومی رو در صدد آن هست که با بحران جورج فلوید در ایالات متحده امریکا یا با یک تظاهرات اعتراضی در پاریس خود رو غرق کند و در توهم محض به سر میبرد می اما همگان آگاه هستند افکار عمومی ایران خوب آگاه هستش که زیرلایه های اقتصاد ایران با دلار نزدیک به 20 تومانی به سمت فروپاشی میرود و همان طرحی رو که سالیان یعنی پیش در زمان صدام برای ملت عراق تعبیه شده بود یعنی طرح نفت در برابر غذا عملا میرود آن مایه ننگ بر ملت ایران اعمال شود که توسط جمهوری اسلامی دارد دامن زده می شود همون چیزی که اصلا به یاد داریم آقای حاشمی رفسنجانی در یک ویدئویی گفته بوده که اصلا چجوری به برجام رسیدن اشاره کرد که یکی از دوستان دیپلمات ایشان در ساز ملل بود گفت که علیه جمهوری اسلامی به ملت ایران میخواهند طرح نفت در برابر غذا رو اعمال کنند ایشان میگوید که من آزرده حال شدم و با حضرت آقای آن وقتش یعنی خامنه ای گفتگو کرد و ایشون رو اقناع کرد که بیا وق نرمش قهرمانانه کن و این نفت در برابر غذا در شهن ملت ایران نیست و خلاصه آقای خامنه ای یه تمکینی هم کرد و با برجام و نرمش قهرمانانه سعی کرد که اون تهر رو حداقل تا به امروز به تعویق بیندازد اما الان رایزنی واشنگتن، تهران و بغداد نشانه در این رایزنی ها حکایت محض از آن دارد که نفت در برابر قضا اجرا خواهد شد اما چه هست؟ اجرای برنامه نفت در برابر قضا از مسیر عراق که از سال گذشته زمزمه ی آن به گوش می رسید با اظهارات اخیر آقای ناصر همتی عملا رنگ حقیقت به خود گرفت رئیس بانک مرکزی ایران بعد از سفری هشت ساعته به عراق اعلام کرد که توافق شده عراق بدیه های خود بابت واردات گاز و برق از ایران رو با صادرات غذا و دارو بپردازد عملا همان یعنی انرژی بدهد یا نفت بدهند حالا برق و گاز هم مدلی از انرژی هست حالا به طور مشخص نبایسته از نفت خیلی گفت که بتونن غذا بگیرن بتونن دارو بگیرن از نظام های جهانی روزگار چه به تعبیر آقای باز برایان هو که دوران خوش طلایی جمهوری اسلامی به پایان رسیده اما خب خواه نخواه در این میان ملت ایران هم آسیب های گسترده خواهند دید ای حال این نخستین اشاره آشکار مقامات جمهوری اسلامی به طرحی است که جزئیات آن خرداد ماه سال گذشته افشا شده بود و به نظر می رسد با گام های رو به پیشرفت امریکا و ایران در مسئله عراق امکان اجرای آن هم فراهم شده همه اینها در حالی است که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران این نیروی نظامی فربه شده و پروار شده تحت امر رهبری ایران در یک اظهار موضعی از دولت حسن روحانی پنجاه هزار میلیارد تومان طلب اعلام کرده یک عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران به دلیل اجرای به اصطلاح پروژه های عمرانی پنجاه هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. آقای سلیمی گفت که بخشی از این بدهی مربوط به پروژه های بزرگ عمرانی در حوزه های مختلف از جمله پروژه آبرسانی در استان خوزستان است. همان گونه که بیشین شما بینندگان عزیز هم آگاه هستید، قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران یکی از پیمانکاران بزرگ پروژه های به ظاهر عمرانی در ایران هستش و پیش از این به دفعات می دیدیم که برخی از نمایندگان از جمله آقای توکلی و آقای علی متحری از این میزان فعالیت های اقتصادی سپاه باستران انتقاد داشتن و خود حسن روحانی هم در چندی مرحله گفته بود که بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی توفنگ بود که آن را به یک دولت با توفنگ تحویل دادیم که به دفعات این موضوع مطرح بوده وقت من عملا به انتها رسیده اما دوست داشتم یک خبر کوتاه دیگری رو در چند ثانیه بیان کنم آنکه در تازه ترین کنش های گردشگری در ایران که عمدتا اونها هم تحت ید و تحت اختیار نهادهای شناسنامدار و مجاز حکومتی مثل سپاب و بسیج اینا هستند گفته بودن که مسیر کولبران کولبران کرد ایرانی رو که بعضاً در کوها جان باختند اونجا رو هم به مسابه یک مسیر گردشگری اعلام کردن که موجب رنجش خاطر کنشگران مستقل ایرانی شده و حتی مقامات میراث فرهنگی دولت هم واکنش تندی نشان دادند تا جایی که آقای تیموری معاون گردشگری در وزارت میراث فرهنگی جمهوری اسلامی امروز جمعه سیوم خورده در گفتگو با خبرگزاری ها اعظام تورهای گردشگری به محل جان باختن کولبران رو مقصد توریستی نامتعارف نامید و چون این نظر داد که این با ذات گردشگری در تضاد است البته خیلی نمیتواند در تضاد باشد چرا که ما بحث آشویتس رو هم داریم که به مناسبت دیده شدن جنایت های رفته در مقاله هولوکاست اده میبینند و از یک رنج تاریخی به هر روی یک درس های میگیرند از اینکه در قرن 21 در جمهوری اسلامی ایران در ایران پر از منابع انرژی نفت و گاز جوانان تحصیل کرده قرب ایران کردهای ایران کولبری میکنند و جان میسپارند از اینکه جمعی دیگر از شهروندان ایرانی اونجا رو ببینند که در زل نظام فقیهان مدعی امپراتوری اسلامی این رنج بر پیکری از باشندگان ایران رفت از غذا نکات نکو هم میتواند داشته باشد میتواند خوب باشد که ببینیم که در این اصر کولبری کردند و جان سپردند در اصر اتم و اینترنت و فضا در عصری که آقای خامنه ای میگوید کسانی که موشک به هوا فضا پرتاب کرده اند خود را سازی هم میتوانند بکنند در عصری که دلار در سیاست های بانک مرکزی به مرز 20 هزار تومان رسیده نفسن از جهتی از اینکه طبقه ای از آقازاده ها و مرفهان بی درد صرفا از موضع گردشگری و توریسم و مفرح شدن ذات خودشون در فضا به تعبیری بروند و ببینند که رنجاور هست اما از اینکه همه ایرانیان ببینند و بدانند که در این عصر کولبران کرد میهن با تحصیل کردگان از دانشگاه ها به خاطر لغمه نان در کوه ها جان می سپارند دیده شدن اینها از غذا می تواند بار روشنگری و اطلاع رسانی مثبتی داشته باشد وقت من در همین لحظه زمان به پایان میرسد تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن بدرود